اصحارات استاد عبدالرب رسول سیاف در مورد حادثه قندهار و انتقاد به سابقه او از گروه تا در افغانستان سیاف میگوید شریعت بر اساس نفع شخصی جنایت است سلام بر شما مخاطبان عزیز برنده و شنونده تلویزیون اینترنتی افغانستان مرکزی یا سنترال افغانستان هستید امروز تاریخ 16 اکتبر و برابر با 24 میزان سال 1400 هجری شمسی است بعد از انجام حمله انتحاری در بین نمازگزاران در قندهار و قندوز عبدالرب رسول سیاف واکنش نسبت به این موضوعات نشان داده و همچنان عملکرد گروه تا در افغانستان را نیز به شدت زیر سوال برده است استاد سیاف ضمن همدردی با خانواده شهدا و قربانیان نمازگزاران قندهار و قندوز عمل انتحاری را تقبیه کرده و گفته است این عمل چی در گذشته از سوی گروه تا انجام می شد و چه حالا از سوی گروه پرشمسی از نظر ما منفور و خلاف شرع است عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی پیشین در واکنش به حمله انتحاری بر نمازگذاران در قنزهار موقف گریه گروه تا پیرامون حملات اخیر گروه دایش را به چالش کشیده است. سیاف روز شنبه 24 میزان در یادداشت در صفحه فیسبوکش خطاب به گروهی که قدرت را در افغانستان انحصار کرده گفته است که چرخاندن حکم شریعت بر اساس خواهشات نفسانی و مسائل شخصی جنایت است او در این یادداشت از این گروه پرسیده است که نظرشان در مورد این جنایتها چیست و آیا فتوا و نظرشان در مورد حملات انتحاری تغییر کرده یا هنوز پا برجاست سیاف همچنان پرسیده است که آیا کمپ های تربیه افراد انتحاری بسته شده یا حال هم به کار خود ادامه میدهد. این رهبر جهادی در حال این سوالات را مطرح کرده است که گروه تا حملات انتحاری اخیر گروه دایش در قندهار و کندوز را جنایت بزرگ خوانده و آن را محکوم کرده است. این گروه پیش از این حملات انتحاری را مجاز می و در بلایت های مختلف افغانستان در دو دهه گذشته سطح ها کننده آنان خودش را انتجار داده و سطح فرد ملکی نیز در آن انفجارات شهید و زخمی شدند. در این اواخر نیز گروه تا برای امنیت مرزها قدات نظامی را زیر نام انتحاری یا به قول خودشان منصوری ایجاد و در مرزهای شمال کشور جابجا جا کرده است. قابل ذکر است که حمله انتحاری بر امام بارگاه یا مسجد فاطمیه در قندهار نزدیک به 200 نفر شهید و زخمی بر جا گذاشته است. گروه تا پیش از این گفتند که این رویداد را رو بررسی و عاملان آن را مجازات خواهند کرد. با عزیز هرچند که رسانه های افغانستان آمار شهدا را 60 نفر و زخمی ها را 80 نفر و برخی هفتاد و برخ 60 گزارش کردند اما منابع مردمی در گفتگو با سنترال افغانستان هم دیروز و هم امروز تاکیدشان بر این بود که آمار قربانیان نزدیک و یا بیشتر از 200 نفر هستند